کشش ها سایه. صدا ترانه جدید لیلی محسنی خواننده ایرانی ساکن لندن است. او در این اثر به محدودیت‌های زنان و نابرابری‌های جنسیتی در ایران و برخی از جوامع محافظه‌کار پرداخته و از لزوم توجه بیشتر به این محدودیت‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی سخن می‌گوید. ترانه صدا به محدودیت‌ها و معضلاتی که زنان در جامعه ایران و در بعضی موارد در جوامع دیگه با اونها روبرو هستند می‌پردازه. قوانین ناکارآمد و تبعیض‌آمیزی که همچنان داره اعمال میشه، مثل حق ارث نابرابر و عدم ممنوعیت چند همسری برای مردان، حق حضانت کودکان که بعد از 7 سالگی از مادران گرفته میشه و همچنین عدم حق انتخاب پوشش و حجاب اجباری. همینطور به مسئله مثل جنگ، تابوی سگ و خشونت علیه زنان و کودکان، چه فیزیکی چه کلامی میپردازه. که شاعر شد تو سنگر زیر موشم جنوب و جنج پخاک. صدا ترانه ایش تلفیقی در چارچوب موسیقی پاپ راک. لیلی محسنی در آفرینش این اثر از ترکیب سازهای ایرانی و غربی بهره گرفته و فضاهای احساسی متفاوتی را به شنونده عرضه می کند. در مورد موسیقی و ویژگی های اون باید بگم این کار یک کار کاملا تلفیقیه. سبک موسیقیش پاپ راک فیوژنه. انتخاب فضا و سازبندی بر اساس متن کلام بوده، طوری که باید راوی و همراه داستان می بود. مثلا برای ایجاد فضای حزن‌انگیز ما از سازی مثل ویولونسل استفاده کردیم. در بخش میانی برای ایجاد همون فضا از ساز ایرانی ستار استفاده کردیم. برای ایجاد فضای پرشور و اون هیجان و رسوندن اون فریاد و از همه مهمتر امید از سازی مثل گیتار الکتریک استفاده شده. صدام یک نوجوان بی جوانه ساقش بی هوانو. لیلی محسنی از جمله هنرمندان ایرانی است که توجه خاصی به موضوعات اجتماعی دارد و در آثارش به مسائلی چون برابری یا عدالت پرداخته. او خود را هنرمندی متعهد توصیف می کند که به بیان مشکلات جامعه خود می پردازد. موضوع برابری حقوق زنان و مردان، یا بهتر بگم برابری حقوق انسانی و عدالت اجتماعی، دغدغه همیشگی من بوده و به نظر من خیلی بیشتر از اینها باید بهش پرداخته بشه. در واقع هدف هنر متعهد چیزی جز این نیست، اینکه نه تنها این معضلات رو منعکس بکنه در زمان خودشون، بلکه در راستای تغییر هم حرکت بکنه. تو قانونی که ممنوعم که هرچند که محور اصلی ترانه های لیلی محسنی محدودیت های زنان ایرانی است، با این حال او خود را هنرمندی فراوتن می داند که برای تمامی زنان جهان می خواند. این یه واقعیته که مسائل و مشکلات زنان فقط مخصوص ایران نیست و خیلی مشکلات هستش که کاملا جهان شموله، مثل قضیه قاچاق زنان و کودکان یا خشونت علیه زنان و کودکان. اما نسبت و جنس این معضلات در جوامع مختلف کاملا متفاوته. مثلا کشوری مثل یمن داره با معضل ازدواج کودکان دست و پنجه نرم میکنه، یا در بعض جوامع افریقایی هنوز ختنه زنان یکی از مشکلات بزرگه. در جامعه مثل ایران زنان هنوز از اون حق اولیه انسانیشون که حق انتخاب پوشش محرومن، به اضافه تمامی قوانین تبعیض‌آمیزی که داره بر علیهشون انجام میشه، و در جوامع اروپایی زنان دارن برای دستمزد برابر در برابر کار برابر تلاش میکنن. که شادی رو نفهمید و جوان شد،
تو حرفای رکیک و ناسزا، امون از لحظه های بی امونی. صدا موزیک ویدیویی تاثیرگذار دارد و در تولیدش از المان‌های نمادین مختلفی برای انتقال پیام ترانه استفاده شده. درباره ویدیو باید بگم که بخش نخست کار کاملا نوستالژیکه و برآمده از خاطرات کودکی و نوجوانی من. همینطور ما از یک سری المان استفاده کردیم، مثل تور یا قفس که تداعی کننده حجاب اجباری یا قوانین تبعیض‌آمیز بر علیه زنانه، و در بخش آخر که امید بشارت داده میشه با تلاش نسلی برای نسل‌های آینده. صدا من که ممنوعم که حذفم، صدا فریاد میشه داد میشه، اگه بالم شکسته خیس چه مکری، صدای آمریکا.